چه اتفاقاتی در مراسم اربعین میفته؟ یه نمونهش رو با هم فقط میبینیم. اگر من بتونم، بذارید اینو براتون قبلش دانلود میکنم که ببینید با بودجه‌ای که در نظر گرفته میشه برای اربعین چه کارهای اتفاق میفته. و بعد جالبه، یک بودجه نزدیک 300 خوردی میلیارد مستقیما در نظر گرفته میشه با بودجه های مراکز مذهبی دیگه که بهشون اختصاص داده میشه، و تازه اون کسانی که میرن اربعین میگن ببینید چقدر خوبه که نمیدونم ما میریم تو مراسم اربعین، اصلا همینطوری با پای پیاده میریم، همه چیزمون رو امام حسین تامین میکنه. نمیگه 300 میلیارد از بودجه ما برداشتن برای اینکه زیر ساختای مراسم اربعین رو درست بکنن، و میگه همه چی امام حسین. مگه میشه ما سفر بریم؟ مگه میشه برید مثلا سفر خارج از کشور و شما مراسم و شما چیزی رو پولی با خودتون نبرد، همینطور پیاده برید، امام حسین غذامون میده، امام حسین آبمون میده، امام حسین نونمون میده. تازه امام حسین باعث میشه بیماری هم نداشته باشیم، امام حسین باعث میشه. اینا رو بهتون نشون میدم. قبلش من این ویدیو رو برید سراغ مسائل دینیش، یعنی مسائل دینی مرتبط با اربعین. قبلش نمیدونم تماس ها رو بگیریم یا اینکه من تا این دانلود میشه صبر کنیم. میریم بخش دینی اربعین. برای یک آقای وجود داره، ما هفته قبلم ویدیوش رو برای شما گذاشتیم، یه آقای وجود داره هر چیزی رو شما بهش بگید میچسبونه به قرآن. یعنی این تخصص این آقا اینه که شما فقط یه چیزی بنداز بگی بچسبونش به قرآن، برمیداره یه جای قرآن میچسبونه، به همین سادگی. یعنی شما راهپیمایی 22 بهمن رو بخواید برای شما از قرآن در میاره، اگه شرکت در انتخابات و رأی دادن رئیسی رو بخواید برای شما از قرآن در میاره، اگر شما رفتن به سوریه برای کشتن مسلمان ها رو بخواید برای شما از قرآن در میاره. شما فقط مطلب بده، این میچسبونه به قرآن. دیگه عزاداری که دیگه از اساسیات مطلب اساسیات مذهبشونه، باید به راحتی بچسبونه به قرآن. اما ببینیم جالبه، در تمام این موارد ما قبلا در مورد اینکه راهپیمایی 22 بهمن رو چطوری از قرآن در آورد باهاتون صحبت کردیم، الان ببینیم چطوری عزاداری رو میخواد این آقا حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا قرائتی میخواد برای ما از قرآن در بیاره. ببینیم، خواهش میکنم، عزاداری در قرآن. اللهم صل علی محمد و آل محمد، الهی انتقنی بالهدى و الهم التقوى. این مراسمی که در دین ما هست، چه عزاداری و سوگواری برای شهادت ها و وفیات، چه جشن و چراغونی برای اعیاد، اینها چیز گرچه سلیقه های توش به کار میره، اما اصل بزرگداشت یا اصل عقلی و شرعی و قرآنیه. خداوند تو قرآن به پیغمبرش میگه تاریخ ابراهیم رو نیز فراموش بشه، وذکر فی کتاب ابراهیم، یعنی پیغمبر تو مأموری که وذکر، یادت نره، به یاد بیار کارا ابراهیم رو، ابراهیم نباید فراموش بشه. این مال مرد، مال زنش هم میگه وذکر فی کتاب مریم، پیغمبر خاطرات مریم رو زنده کن، نگذاره که مریم فراموش میشه. تو قرآن وذکر زیاده، میخواد بگه بعد چیزا نباید فراموش بشه، یعنی تاریخ نیست، نسخه امروز است. الان این عاشورا ما فکر میکنیم مسئله تاریخیه، این نسخه نجات امروز بشریته. امروز بشریت گیر گرگای افتیدن نظیر آمریکا، اسرائیل و دیگران. ادامهش هم براتون پخش میکنیم همین الان. خب حاج آقا، عزاداری از کجا ما داریم عزاداری میکنیم؟ یک کاملا یک چیز مذهبی و قرآنیه، گرچه ما تغییرات درش آوردیم ولی اصلش قرآنیه و در قرآن وجود داره. چرا در قرآن وجود داره؟ به خاطر این هست که خداوند توی قرآن گفته ای پیامبر
در مورد ابراهیم یادآوری کن، ابراهیم رو یادآوری کن، پس ما عزاداری میکنیم. برای اینکه خدا به گفته ابراهیم رو یادآوری کن، ما هم حسین رو یادآوری میکنیم، پس عزاداری میکنیم، پس براش جشن میگیریم.